درود بر شما هموطنان عزیز خارج از کشور، خصوصا اون دسته ای که به جدی بگیریم 74 من پاسخ مثبت دادید و با کمک های مالی خودتون به یارانمون در ایران سهم خودتون رو نسبت به انقلاب ادا کردید. در این رابطه من چند تا نکته رو لازم و ضروریه که خدمت شما بگم. عزیزانم، اولا موقع ارسال حواله با اون شماره حسابی که به شما داده شده به هیچ وجه اسمی از ایران نیارید. جملاتی مثل کمک به ایران، برای عزیزان ایران، کمک به انقلاب ایران، زنده باد ایران، با امید پیروزی، نمیدونم چی، اینها اون صاحب حساب رو دچار مشکل میکنه. الان هنوز که هنوزه دو تا از عزیزان ما، یکی در آمریکا و یکی در اروپا، حسابشون مسدوده و اونی که در آمریکاست هنوز داره میره دادگاه و میاد و توضیح بده که این پول برای چی به حسابش اومده، چرا نوشته کمک به ایران. بجد شرایط تحریمه و این رو رعایت کنید. یا در اون قسمتی که توضیح باید بدید برای دلیل ارسال هیچی ننویسید، یا بنویسید به عنوان قرض. خیلی سپاسگزارم. دوم، وقتی شما پولی رو میفرستید گاهی مورد مصرف رو ذکر میکنید. مثلا میگید این برای پناهجوهای ایرانی در ترکیه، این برای خانواده های زندانیان سیاسی در ایران، این برای عزیزان بلوچستان، این برای عزیزان کردستان، برای ارومیه. حالا اون موقعی که خوی بود می نوشتید برای زلزله خوی. ما وقتی شما ذکر می کنید حتی گاهی اسم خانواده رو میارید، میگید این برای خانواده فلانی. ما موظف هستیم که این رو با همون مصرفی که شما خواستید برسونیم. ولی وقتی ذکر نمی کنید و به خود ما واگذار می کنید، اولویت ما اون خانواده هایی است که در جریان انقلاب آسیب دیدن. حالا یا عزیزشون زخمی شده، تیر خورده، یا تو زندان، یا اعدام شده، یا از زندان آزاد شده، به جهت گرفتاری مالی دارن. و اون موقعی هم که انقلاب در کف خیابونه، بخش اول اولویت ما کمک به بچه های کف خیابونه، برای وسایلی که میخوان بخرن، نیازهایی که دارن تهیه کنن. در موقعهایی که فراخوان داده میشه، خیلی ها از شهرستان میان تهران، خب اسکان اینا، غذای اینا، تهیه مایحتاج اینها هزینه بره و ما به بچه های خیابان کمک رو میرسونیم. در مواقعی که آرومه به خانواده های آسیب دیدگان این کمک ها رو میرسونیم، در مواقعی که به ما واگذار میکنید. عزیزانم، این شماره حسابی که من به شما میدم، تمنا میکنم این رو به کسی دیگری ندید یا تو گروه ها اعلام نکنید، ننویسید. اگر دوست دیگری به شما میگه منم میخوام کمک کنم، شماره حساب منو ندید. این آدرس تماس ما رو که SOS حالو تو تلگرام هست بدید، بگید خودش با ما تماس بگیره که اولا ما این دوست عزیز رو بشناسیم، بعد هم ببینیم از چه کشوری میخواد واریز کنه، مبلغش چقدره، به چه مصرفی میخواد برسونه، تا راهنمایی لازم رو در این رابطه بهش بکنیم. پس بنابراین شما یه شماره حساب از من گرفتید، پولی ریختید. کسی دیگری اگه میخواد بگید این SOS حالو تو تلگرام، خودت برو تماس بگیر، راهنماییت خواهند کرد. عده ای از عزیزان نوشتن که ما پیدا نمی کنیم این آیدی تلگرام رو، SOS حالو رو. عزیزانم، SOS و حالو رو باید به هم بچسبونید. اگه بینش اسپیس بدید، جدا کنید، این پیدا نمیکنه. یا حالو حتما دو تا ال دو تا او داره، این آدرسی که این زیر الان نوشته شده. بنابراین دوستان، اگر باز پیدا نکردید، تلگرامتون اصلی نیست. تلگرام اگر اصلی باشه حتما این آیدی رو پیدا میکنه. بعد از هر کمکی که میکنید، واریزی که میکنید، برای واریز بعدی دوباره از ما استعلام کنید. مثلا یه شماره حساب گرفتید، پولی رو ریختید، یه هفته بعد، ده روز بعد، یه ماه بعد، شش ماه بعد دوباره میخواد یه پولی رو حواله کنید، بپرسید اون شماره حساب قبلی به جای خود هست
یا شماره حساب جدید به ما میدید. ما گاهی این شماره حساب ها رو عوض میکنیم. بعضی از دوستان واریزیشون میره بالا، دچار مشکل مالیاتی میشن یا مشکلات دیگری که براشون ایجاد میشه. بنابراین ما از شماره حساب عزیز دیگری استفاده میکنیم. بنابراین وقتی یک مبلغی رو واریز میکنید به حسابی، برای واریز بعدی حتما دوباره از من استعلام کنید. سوال کردید که آیا همه خانواده ها تحت پوشش شما؟ نه، مسلمه که نه. ما اولا همه رو نمیشناسیم، دسترسی به همه نداریم، و بعد این بودجه‌ای که برای ما میاد به قدر قطره چکونیست که اصلا ما نمیتونیم همه رو تحت پوشش قرار بدیم. اون عده از عزیزانی که با تیم ما در ایران مرتبطن و تیم ما شناساییشون کردن که روز به روزم به تعدادشون اضافه میشه زیر پوشش ما قرار دارن، نه همه عزیزان. توی SOS هالو مطالب متفرقه نفرستید. این آیدی رو ما درست کردیم فقط برای اون دسته عزیزانی که برای کمک میخوان به ما مرتبط باشن. مطالب خود خوبتون رو، فیلماتون رو، اون چیزایی که فکر میکنید باید به دست من برسه، عزیزانم راه های ارتباطی من خیلی زیاده، از یوتیوب بگیرید تا فیسبوک تا کانال های مختلفی که الان این زیر هست. برای هالوگرام بفرستید، هالو کلاژ بفرستید، به آیدی مستر هالوی من بفرستید. راه های زیادی برای تماس شما با من هست. بنابراین خواهش میکنم ازتون که این SOS هالو رو با مطالب متفرقه شلوغ نکنید. فحشاتونم تو همون آدرس های دیگه بنویسید به من میرسه. خواهش میکنم فحشاتون رو اینجا ننویسید، تو اون آدرس های دیگه به اندازه کافی میتونید بیاید هرچی دلتون میخواد بکید. خیلی ها مشکل مالی دارن و به من می نویسن که آقای علی پیام، ما اجاره خونمون عقب افتاده، نمیدونم بچه‌مون مریضه، میخوایم دکتر ببریم، میخوایم عمل جراحی کنیم، نمیدونم تابستون یخچال نداریم، زمستون بخاری نداریم. اینها عزیزان من، این بودجه ای که هموطنان ما برای ما میفرستن برای کمک به نیازمندان نیست، برای کمک به انقلابه، برای اون دست از عزیزانی که درگیر کار انقلابن و از انقلاب آسیب دیدن، صدمه دیدن یا فعالن. بنابراین من رو شرمنده نکنید با این پیام ها. من واقعا امکانش رو خیلی دوست داشتم، بودجه کلونی در اختیار داشتم تا به همه شما عزیزان میتونستم کمک کنم، ولی کمک های ما صرفا برای کسانی است که در مسیر این انقلاب آسیب دیدن یا دارن قدم برمیدارن. عده‌ای میان میگن که آقای پیمان، 6 ماه پیش پسرمون دستگیر شده یا 8 ماه پیش شوهرمون دستگیر شده، زندانه، نیاز به کمک داریم. میگم شما رسانه‌ای کردید اون موقع که دستگیر شد؟ میگن نه. یا اصلا خبری ندادید؟ میگن نه. میگن خب من چجوری باید راستی آزمایی کنم؟ من کجا باید بدونم که شما راست میگید؟ شما وقتی اینقدر شهامت ندارید که دستگیر شدن عزیزتون رو، این همه ما تذکر دادیم، این همه گفتیم تو این لایو ها، تو این مسابقات، تو این جدی بگیریم ها که عزیزتون دستگیر میشه، رسانه‌ای کنید. وقتی نمی کنید از من هم توقع کمک نداشته باشید، چون من واقعا نمیتونم راستی آزمایی کنم. یه عزیزی از آلمان نوشته که آقای علی پیام، من بسیار شرمندم، بسیار شرمندم، من یه دانشجو هستم، من ماهی 10 یورو بیشتر نمیتونم کمک کنم. عزیز دل من، تو چرا شرمنده هستی؟ این 10 یورو ای تو بسیار گواراتر از اون 1000 دلاری است که مثلا فلان ثروتمند یا بیزنسمن از آمریکا میفرسته. تو به اندازه توان تو در اون چیزی که از هزینه دانشجویی اضافه میاد، اون 10 یورو رو داری کمک میکنی. سرت هم بگیر بالا، خیلی هم افتخار کن، ما هم به تو افتخار میکنیم. میگن از حاتم طایی پرسیدن که از خودت بخشنده تر کسی رو دیدی؟ حاتم طایی روزی 15-20 شتر میکش، کباب میکرد، مردم میخوردن. گو بله، یه روز تو بیابون به یه پیرزنی برخوردم، گم شده بودم. این پیرزن منو شب برد تو چادرش و یه بزغاله داشت، اون بزغالش رو کش، کباب کرد، من خوردم. اون از من بخشنده تره. گفتن تو روزی 15-20 شتر داری میکشی، اون یه بزغاله کش. گفتن همه داراییشو کش.
اون همه سرمایه‌ش اون بود، اون همه چیزش هم اون بزغاله بود. من هیچ وقت همه داراییم رو به مردم تقدیم نکردم. بنابراین توی عزیز دانشجو روی چشم ما جاداری عزیز من، بسیار کمکت ارزشمنده. خیلی از من میپرسن که این پولها رو چطوری میفرستید برای عزیزان به داخل کشور. عزیزان، این پولها در حسابها در خارج از کشور میاد به طرق مختلف. اینها رو متوسط مسافر نقدن میفرستیم ایران، اونجا صرافی تبدیل به پول میشه. 4 دست 5 دست این پول میچرخه. حسن میریزه برای حسین، حسین میریزه برای تقی، تقی میریزه برای نقی، و بعد از 5 دست 6 دست که گشت، نفر آخر که مسئول توزیعه یا اون کسانی که مسئول توزیعن، این رو به صورت کارت هدیه یا سکه یا پول نقد میرسونن به اطرافیان اون خانواده‌ای که باید کمک بشه. حتی به خودش هم نمیدن، خودش کسی رو تعیین میکنه که میگه اینو بدید به همسایه‌مون، اینو بدید به پسر خالم، اینو بدید به همکارم، اینو بدید به فلانی. ما میرسونیم به اون و چون خودش معرفی کرده مطمئنیم که به خودش میره. تمام مسائل امنیتی رو رعایت میکنیم. من الان نمیتونم براتون خیلی باز کنم که مکانیزم ارسالمون چجوریه، چون دست میذاره روش وزارت اطلاعات و مجرا رو میبنده. من امیدوار هستم که بعد از پیروزی انقلاب بتونم گزارش مفصلی از ریزکاری ها و چگونگی کمک رسانیمون به شما مردم عزیز بدم. اون دوستانی که تعهد ماهانه کردن، یعنی گفتن ما ماهی اینقدر واریز میکنیم، عزیزان من، اون مبلغ تعهد رو بیارید پایین که واقعا بتونید هر ماه این پول رو بریزید. ما روی این حساب میکنیم. ما به یه خانواده قول میدیم که ما ماهی اینقدر بهت میرسونیم. وقتی که شما اون تعهد ماهانتون رو عمل نمی کنید، ما رو دچار مشکل میکنید. یعنی سیستم ما میریزه به هم. ما مجبوریم به خاطر اینکه به اون بدیم کلا به کلا کنیم، از این ور داریم بدیم به اون، از اون ور داریم بدیم به این، و سیستم ما به هم میخوره. اگر تعهد میکنید یک چیزی رو که ماهانه بدید ولو کم، اون ماهانه رو به طور مستمر بدید. عزیزان من، خیلی ها وقتی که پول میفرستن میگن آقای پیام این مقدار برای مردم داخل ایران، این مقدارش هم برای خودت، کمک به خودت. خب میدونن عزیزان که من با چه مشکلات مالی اینجا دارم زندگی میکنم. یاران خوبم، من این پولهایی رو که شما برای کمک خود من میفرستید، من میذارم روش، میفرستم برای مردم داخل ایران. اگر کمک به من میخواید بکنید، تشریف بیارید توی تلگرام یا اینستاگرام هالوگرام و سفارش کتاب بدید. من الان امکان اینو دارم که بعضی از کتابهام رو در خارج از کشور توزیع کنم. در داخل ایرانم در هر نقطه‌ای که شما باشید توسط پیک به شما میرسه. یا بیایید تو هالو کلاژ و از تابلوهای من خریداری کنید. این تابلوهایی است که اون موقع که من در ایران بودم و مینا فیلمی داشتیم و آتلیه‌ای، اینها تهیه شد و الان گذاشتیم برای فروش. پس بیایید تو هالو کلاژ تابلوهای عالی پیام رو بخرید، بیایید تو هالوگرام کتابهای عالی پیام رو بخرید. این بهترین راه کمک شما به منه. پول نقد اگه بفرستید، من میذارم روش، میفرستم برای بچه های ایران. عزیزانم، وقتی که در ایران انقلاب اوج میگیره، حضور مردم در کف خیابون بسیار ملموسه، کمک های شما مرتب میرسه. وقتی که در کف خیابون افت پیدا میکنه، انقلاب به زیر پوست شهر میخزه، کمک های شما هم قطع میشه. عزیزان من، این پول هایی که شما میفرستید برای کمک به خانواده زندانیانی یا خود زندانیانه، نیازهای اونا که قطع نمیشه که. اونا کماکان توی زندان به این پول احتیاج دارن. حالا بچه های خیابان میگیم که هزینه هاشون میاد پایین و دیگه مهمون ندارن، از شهرستان یا چیزی نمیخوان تهیه کنن، ولی خانواده های زندانیان سیاسی کماکان نیاز رو دارن، چه کف خیابون باشن مردم، چه کف خیابون نباشن. بنابراین نگاه به کف خیابون های تهران نکنید و کمکاتون رو بفرستید. اینها رو سعی کنید یه جوری دوامدار باشه که ما هم بتونیم به پشت سر هم این خانواده ها رو ساپورت کنیم و قد نشه کمک هامون، شرمنده این عزیزان نشیم. باور کنید بسیار خجالت میکشیم وقتی قراره مثلا این ماه ما این مقدار به این خانواده برسونیم، این یه هفته 10 روز 20 روز عقب میفته.
خیلی خجالت میکشیم به خاطر اینکه بهش قول دادیم و این قول رو مر قول شماها حساب میکنیم. عزیزان من، مطلب آخر این که دست شما رو میفشارم، از اعتمادی که به من کردید و میکنید بسیار سپاسگزارم. توصیه های شما برای من بسیار گرانقدره. توصیه های شما رو من جدی میگیرم. نیاز به هدایت و حمایت شما دارم. پاینده ایران.